با کانال یوتیوب زندگی رنگین همراه باشید با طرز تهیه یه اسپاگتی گیاهی راحت و آسون و خوشمزه. میریم با هم سراغ مواد لازمه این اسپاگتی گیاهی. مواد لازم برای اسپاگتی گیاهی: احتیاج داریم به سویا حدود 250 گرم، ربع گوجه فرنگی 3 قاشق غذاخوری، روغن مایع به میزان لازم، نمک 1 قاشق مرباخوری، زردچوبه 1 قاشق چای خوری، پودر فلفل سیاه 1 قاشق چای خوری، پودر آویشن 1 قاشق چای خوری، پودر هل نصف قاشق چای خوری، پیاز 1 عدد، ماکارونی 1 کیلو. با هم بریم سراغ طرز تهیه این اسپاگتی گیاهی خوشمزه. طرز تهیه اسپاگتی گیاهی: اول از همه یه قابلمه بزرگی رو در نظر میگیریم و توش آب میریزیم و حدود 2 قاشق مرباخوری نمک و حدود 2 قاشق غذاخوری روغن مایع بهش اضافه میکنیم. میذاریم تا آب به جوش بیاد. باید آب به میزانی بریزیم موقعی که ماکارونی ها رو میریزیم توی قابلمه، قشنگ روی ماکارونی ها رو آب بگیره، چون برای اسپاگتی ماکارونی رو نباید خرد کرد. برای طرز تهیه سس اسپاگتی یه ماهیتابه رو میذاریم روی گاز تا یه مقدار داغ بشه و یه مقدار روغن مایع میریزیم توی ماهیتابه. یه مقدار که روغنمون داغ شد یه دونه پیازی رو که داشتیم خرد میکنیم و به روغن اضافه میکنیم در مایتابه. اینجا نمیخوایم پیازمون حسابی سرخ و طلایی بشه. یه مقدار که پیازمون سبک شد کافیه. اسپاگتی معدود غذاهایی هست که خیلی خوشمزه است و به ندرت کسی درست میکنه، ولی بهتون پیشنهاد میکنم بعد از دیدن این ویدیو حتما این اسپاگتی خوشمزه رو درست کنید و میبینید که چقدر خوشمزه است و همه از این اسپاگتی استقبال. یه مقدار که پیازمون سبک شد سویا رو حدوداً 15 دقیقه میخیسونیم با آب نیمه گرم و بعد حسابی میشوریمش و به پیاز اضافه میکنیم. شما اگه دوست دارید اسپاگتیتون گیاهی نباشه میتونید به جای سویا از گوشت چرخ کرده استفاده کنید. وقتی سویا رو ریختیم زردچوبه رو اضافه میکنیم به خاطر یه مقدار سویای ما مزه دار بشه و یه مزه خیلی خوب بگیره. به خاطر همین پودر آبیشم باید حتما به غذاهایی که با سویا درست میشه حتما باید پودر آبیشم به اون اضافه کنیم تا یه طعم خیلی خصوصی به سویا و غذای ما بده. فلفل سیاه هم به همین ترتیب اضافه می کنید. شما اگه خیلی دوست دارید اسپاگتیتون یه مقدار تندتر باشه می تونید یه مقدار فلفل قرمز هم به اون اضافه کنید و همچنین
برای سویا اگه دوست داشتید میتونید یه مقدار پودره هل هم اضافه کنید که خیلی این مایه اسپاگتی ما رو خوشمزه تر میکنه. یه مقدار هم میزنیم، احتیاج نداره زیاد روغن بهش اضافه کنید چون سویا مثل گوشت نیست که چربی رو پس بده. در این مرحله رو به گوجه فرنگی رو اضافه می کنیم. گیر شعله گاز رو یه مقدار باید خم کنیم که رو به گوجه و سویامون حسابی با هم دیگه سرخ بشن و به اصطلاح رنگ رو به گوجهمون در بیاد و خوش رنگ تر بشه. در این مرحله نمک رو اضافه می کنیم. برای اونایی که گیاهخوار هستن این اسپاگتی یه گزینه خیلی خوبیه چون سویا پروتئین لازم رو داره. می‌بینید که خیلی هم خوش رنگ شد. اگه دوست دارید شما یه مقدار سوسن قرمز تر باشه میتونید بهش رو به گوجه بیشتری رو اضافه کنید. وقتی که یه مقدار بوی ادویه‌جات شما به مشامتون خورد یه مقدار در اینجا بادش آب جوش اضافه کنید. در اینجا باید سویای ما یه مقدار جا بیفته. و یه مقدار مایه سس ما چون با اسپاگتی قاطیش نمی کنیم به خاطر که جدا سرو می کنیم باید یه مقدار مایه اسپاگتی ما یه مقدار آبدار باشه، به خاطر همین آب جوش بهش اضافه کنید یه مقدار. زیر شعله گاز رو باید خیلی کم کنید که این مایه اسپاگتی گیاهی ما جا بیفته، ولی نمیخوایم تمام آب این مایه اسپاگتی ما تبخیر بشه. باید همونطور که گفتم یه مقدار مایه ما آبدار باشه، چه با گوشت درست کنی چه با سویا. باید مایه ما حتما یه مقدار برای اسپاگتی آبدار باشه. شما اگه دوست داشته باشید تو این مایه اسپاگتیتون میتونید از قارچ هم استفاده کنید، طبعا خیلی خوشمزه تر میشه، ولی من ترجیح دادم امروز یه روش خیلی ساده و آسون رو به شما یاد بدم. در مایتابه رو میبندیم و برای حدوداً تقریباً 5 الی 10 دقیقه با شعله خیلی کم زمان میدیم که سس اسپاگتی ما یه مقدار جا بیاد. وقتی که آب جوش و روغن و نمک رو که گذاشتیم به جوش اومد، الان موقع اون رسیده که ماکارونی ها رو بریزیم توی آب جوش در قابلمه. به این صورت باید بریزیم چون که نباید ماکارونی ها رو خورد کنیم چون ما میخواییم اسپاگتی درست کنیم. هر دفعه یه دسته کوچیک از ماکارونی رو برمیداریم و توی قابلمه میریزیم. مطمئن باشید به هم نمیچسبه به خاطر که اون روغن رو که اول کار ریختیم باعث این میشه که ماکارونی هامون به هم نچسبه و دسته بعدی رو در طرف دیگره قابلمه، یعنی باید تمام این ماکارونی ها رو توی قابلمه به صورت ضرب در بذاریم.
که ماکارونی ها به هم نچسبه. وقتی که بذارید خودش قشنگ ماکارونی ها نرم میشه. که تمام ماکارونی ها رو گذاشتیم توی قابلمه بدون اینکه بخوایم زیر و روش کنیم یا به هم بزنیم، در قابلمه رو میبندیم برای حدود تقریبا 5 الی 10 دقیقه. بعد از گذشت تقریبا 5 دقیقه در قابلمه رو بر می‌داریم و به وسیله یه چنگال یه مقدار ماکارونی ها رو به صورت زیر و رو می‌بینید که ماکارونی ها اصلا به هم نچسبیده و نرم شده و شکل ظاهری خودشون رو حفظ کردن. احتیاج نداره خیلی زیاد زیر و رو کنیم، فقط یه مقدار به وسیله چنگال یه مقدار کم ماکارونی ها رو به هم میزنیم. در قابلمه رو میبندیم و اجازه میدیم که ماکارونی های ما یه مقدار پخته بشن. در این مرحله یه مقدار باز ماکارونی ها رو زیر و رو میکنیم. نباید ماکارونی های ما خیلی نرم بشه، با یه مقدار خشکیش از بین رفته باشه، چون که این اسپاگتیه. به اندازه ماکارونی نباید خیلی نرم بشه و نباید هم خیلی خشک باشه. باید به این شکل باشه که وقتی با چنگال ماکارونی ها رو بلند می کنید راحت لیز بخوره و برگرده توی آب. به این صورت در این موقع ماکارونی اسپاگتی ما آماده است. باید اونو آبکش کنیم. یه آبکش رو میذاریم توی ظرفشویی و ماکارونی هایی که پخته شدن بریزیم توی آبکش و بلافاصله آب سرد رو روش باز میکنیم. یه مقدار گرماش که کم شد با دستمون اونا رو زیر و رو میکنیم. احتیاج نداره خیلی فشار بدیم به صورت به این صورت با آب سرد ماکارونی ها رو یه مقدار خنک می‌کنیم به صورتی که با دستمون ماکارونی رو می‌بریم بالا و به طرف پایین ولشون می‌کنیم و حسابی باید با آب سرد اینا رو خنک کنیم. اگه احیاناً دیدید چند تا دونه از ماکارونی های شما به هم چسبیده، بعد از اینکه حسابی ماکارونی های شما با آب سرد خنک شد، آبو میبندید، یه مقدار آبکش رو تکون میدید تا آب اضافی
ماکارونی ها از سبد خالی بشه. وقتی که قشنگ آب ماکارونی خارج شد، موقعی که ماکارونی ها توی سبد هست، به اندازه یک قاشق مربا خوری روی ماکارونی ها روغن مایه میریزیم. خیلی زیاد نمیخواد. و با دستمون تمام ماکارونی ها رو با روغن آغشته میکنیم. خیلی احتیاج نداره ماکارونی ها رو به هم دیگه فشار بدیم، هم به همون صورت که خنکشون کردیم. به وسیله دستمون به طرف بالا میبریم ماکارونی ها رو و ول میکنیم تا بریزه به طرف پایین توی سبد. چون که ما این میخواییم اسپاکتی رو بذاریم دم بکشه، به خاطر همین این کار رو میکنیم که موقع دم کشیدن ماکارونی ها به هم نچسبه. میبینید که اصلا ماکارونی های ما در آب جوش تکه نشده و به همون اندازه و شکل ظاهریش خودش رو حفظ کرده. میریم با هم بقیه کار رو ببینیم. برای دم کردن اسپاکتی، بعضی ها اصلا اسپاکتی رو دم نمی کنن، به همین صورت که آب کش کردن و روغن بهش زدن میرن با سس مخلوط می کنن و می خورن. ولی ما اینجا می خواهیم اسپاکتیمون دم بکشه و می بینید که موقعی که اسپاکتی ما هم دم می کشه اصلا خورد نمی شه ماکارونی ما. توی قابلممون یه مقدار روغن می ریزیم و به ناب زاغه خودتون برای تعدیکش میتونید یا نون بذارید و یا سیب زمینی و یا هر چیز دیگه که مد نظرتون هست. در این مرحله اسپاکتی هایی رو که ماکارونی هایی که آبکش کرده بودیم و داخل قابلمه روی نون میریزیم. لایه به لایه با دستمون تمام ماکارونی ها رو توی قابلمه میریزیم. ببینید که خیلی قشنگ از هم جدا است و به هم نچسبیده. در اینجا احتیاج نداره که روی ماکارونی ها رو روغن بدیم. در قابلمه رو میبندیم، میذاریم روی گاز برای تقریبا حدود 15 الی 20 دقیقه. اجازه میدیم تا اسپاکتی ما دم بکشه. اینم از سس اسپاکتی ما، سس گیاهی ما که آماده شده. ببینید که حسابی جا افتاده، باید در این حد باشه، نه خیلی شور و نه خیلی سفت. بعد از گذشت 15 دقیقه که گذاشتیم اسپاکتی ما دم کشید، ببینید که به هم نچسبیده و خوردم نشده. بریم با هم برای تزیین این اسپاکتی گیاهی خوشمزه. ماکارونی ها رو میکشیم توی ظرف مورد نظر خودمون. ببینید که قشنگ دم کشیده حسابی و به هم نچسبیده. اسپاکتی ما آماده شد. بوی عطر این اسپاکتی گیاهی تمام فضای خونه رو پوشونده. هرچی از عطر و طعم این اسپاکتی گیاهی بگم بازم کم گفتم. همتون میدونید که اسپاکتی رو میشه راحت با چنگال خورد.
میبینید که یه اسپاگتی عالی شده. اصلا ماکارونی همون خورد نشده. و اینم از سس گیاهی اسپاگتی ما. ما ایرانی ها باید حتما پردیک هم داشته باشیم، حتی اگه غذای ما اسپاگتی باشه. بهتون پیشنهاد میکنم حتما این اسپاگتی گیاهی خوشمزه رو برای عزیزانتون درست کنید. از درست کردنش هرگز پشیمون نمیشید. یادتون باشه همچنان کانال یوتیوب زندگی رنگین رو سابسکرایب کنید. لایک و کامنت حتما فراموش نشه. نظر خودتون رو راجع به این اسپاگتی گیاهی خوشمزه حتما برام کامنت بذارید. تا آموزش بعدی، ایام به کامتان.